آخوند علم الهدا، نماینده و امام جمعه خامنه ای در مشهد. آیا می شود با شعار وفاق یک عده نفوذی را در بدنه اجرایی و اداری کشور جا بزنند و کشور را دچار غفلت از وصیت محوری امام بکنند؟ بعد ما ببینیم که این وفاق ملی چیه؟ آیا می شود با شعار وفاق ملی یک عده نفوذی ها را به عنوان وفاق نمایی در بدنه اجرایی و اداری کشور جا بزنند و کشور رو دچار غفلت از یک وصیت محوری امام بکنن؟ که امام وصیت محوریشون این بود که چه در میان شما باشم چه در میان شما نباشم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد. خب با این وصیت امام بعد بیان به اسمان وفاق ملی یه عده نفوذی ها رو وارد چرخه اجرایی و اداری کشور بکنن، این فرمایش امام و این وصیت امام زیر پاها لگدمال بشود، اونم به اسم وفاق ملی. متاسفانه بعضی از افراد گوشه و کنار با شعار وفاق ملی که به وسیله دولت چهارم و رئیس جمهور محترم اعلام شده است سوء استفاده می کنن و به مجرد اینکه کلمه وفاق ملی رو می گیرن و موضوعات محوری رو با تمسک به وفاق ملی بر این نازل می دونن، آدرس های غلط در اینجا می دن و مذاکره با امریکا این رو میارن جزو وفاق ملی، تسلیم به جای مقاومت این رو میارن جزو وفاق ملی. ما چون گفتیم وفاق ملی پس بریم با امریکا مذاکره کنیم، چون گفتیم وفاق ملی پس به جایی که بخوام مقاومت کنیم مقابل استکبار و مقابل امریکا بنابراین ما تسلیم بشیم، این رو به حساب واقعا ملی میذارن. و مسئله عرضم به حضورتون که بعضی حرکت هایی که کمکرنگ کردن گفتمان مقاومت در منطقه ای رو به حساب وفاق ملی میذارن.